شیش گرفتی. گاهی در یک گاه کار از نظر دیگران استفاده می کنیم. به این کار فاطمه چهار تا گزینه داره شما. یکیش مباحثه است. ببینید معامله است، مبادله یا مشابه. به نظرت چی میشه از این چهار گزینه کدوم درسته؟ دست بده پوستت بیاد تلو بازار علقه داری زر به حراج کردی. سلام رضا. سلام خوبی؟ اینجا چه کار میکنی؟ خسته نباشی. سلام خسته باشی. خوبه. چی میفروشی اینا چی هن؟ دستبنده. دستبنده؟ دونه چه قیمت هن رضا؟ 500. چقدر ارزو؟ اینا چی هن؟ اینا 500. جنسش چیه؟ نقره است؟ فضه شنا ذهب؟ ما فضه؟ ستيلة. ستيلة؟ الصبح العصر تيه لا أكثر؟ نعم عصر و الصبح؟ ولا درس رزا صبح مدرسة عصر انجا خستت نمیشه؟ نمیشه. ها؟ خسته نمیشه؟ آفرین خدا قوت. مشقاتو که می نمیسی؟ ها؟ که می نمیسی خب؟ خونه می نمیسی؟ آفرین. من یاد یاریون هنا؟ یا العجب؟ ما دارم. چند تا ماشین میان؟ دو تا؟ سه تا؟ نه زیاد. زیاد؟ مثلا چند تا؟ 20-30 تا میان با هم؟ بعد باشون هم دوست میشی؟ داخل نمایشگاه همشون داخل نمایشگاه. همشون میرن داخل نمایشگاه؟ تو هم باشون دوست میشی با بعضی هاشون؟ چطور دوست میشی؟ شمارشون رو میگیری؟ میان دوباره سال بعد میبینیشون یا نه دیگه یه بار که اومدن دیگه پیداشون نمیشه دیگه نمیبینیشون. اینجا مشهد شهید چمران هست، روستای دهلاویه. روستای دهلاویه نامی آشنا برای بیشتر مردم ایران، روستایی است که در اون شهید چمران به شهادت رسید.
این روستا مثل خیلی از روستاهای جنوب ایران، در واقع خوزستان، زبانشون عربی هست، با گویش محلی صحبت میکنن. حدوداً 30-40 تا خانوار داره. بیشتر مردم این روستا کشاورزن، زندگیشون از راه کشاورزی اداره میکنن. درآمد خیلی کم و ناچیزی دارن، ولی به هر حال به زندگی خودشون قانعن. رضا درست عقب نمیمونه اینجایی؟ عقب میشه درست؟ سعی کن مشقاتو بنویسی. اول درساتو خوب بخون، مشقاتو بنویس، بعد بیاد اینجا. بذار بابات یکم تنها باشه، اشکال نداره. خودت هست به کارش در میاد. خود راحت درساتو بخون. باشه؟ بعد بیا اینجا. بیترسم درسات عقب بیفته. مواظب خودت باش رضا. باشه؟ آفتاب اذیتت نکنه. تو سایه باش. خداحافظ. 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 یادمانی ساخته شده از محل شهادت شهید چمران که زاران مختلف از جاهای مختلف ایران اینجا میان به صورت رودهای رایان نور اینجا میان زیارت میکنن. معمولا زمستون بیشتر هست، از برج 7 تا برج 1 هستن، تابستون کسی اینجا نمیاد. بچه های ما، دانش آموزان ما هم اینجا مشغول فروش وسایلی هستن یا اجناسی هستن که تهیه میکنن از بازار اینجا به زاران میفروشن. سلام. 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 حالت خوبه؟ بله. اینجا چه کار میکنید بچه ها؟ سلام. میفروشیم. اینجا میفروشیم. سلام. خوب؟ خوبی؟ چی میفروشیم بچه ها؟ چاقو، گردنبند، گوشواره. خودت میفروشی؟ بلدی؟ بله. حالا مثلا این چه قیمتیه؟ 500. 500؟ بله. حالا پولا رو در میاره برای خودت یا برای بابات؟ نه برای پدرم. برای پدرت؟ آره، تا به ما میده. خب. پول میده تا به مدرسه میریم. تحصیل نمیکنیم. اگر پول نباشه نمیتونیم به مدرسه میریم. هیچ چیزی نمیده بابات؟ نه میدم. فقط میخریم. اگر ما نمیفروشیم نمیتونم درس نمیتونم میریم بردیه نمیدونم چی. برادر راهنمایی منظورت بره بردیه؟ برای چی بره بردیه؟ اگر راهنمایی بشی؟ بله. حالا کلاس چنده میام سوال؟ سال آینده انشاءالله راهنمایی هستی. بله. به سلامتی. به پدر مادرتون کمک کنید، ولی درساتون اهمیتش بیشتره. سر به درساتون برسید، بعد وقت کردید بیاید اینجا. چی سوال اینا؟ چی سوال؟ تبیعین؟ تو چی تبیعین؟ دکتون کو؟ دکتون کو؟ کو؟ بریم دکتون شدن بده، بریم. خانواده نیاز دارن که بچهش بره کار کنه. راحت میتونه روزی 40 تومن در بیاره. خب بشینه مدرسه، برای پدرش درآمدی نداره. پدرم اهمیت درس اونقدر نمیبینه، چون به اصطلاح تا پنجم بیشتر نمیتونه دخترشو ادامه بده تحصیلشو. میگه نهایتش من پنجمو نگیره، تا چهارم ابتدایی ترک تحصیل کنه. زیاد برای بچهش به تو ذهن خودش بد نیست. کلاس چند میتی؟ کلاس چند میتی؟ اول. کلاس اولی؟ مشقات نوشتی یا نه امروز؟ حتما نوشتی مشقاتو؟ مشق چی بود امروز؟ از کدوم درس مشق داشتی؟ کلاس شویرتی. ها؟ بسیار چهارم. ها؟ بهبه چهارم. بهبه چه هوایی؟ آفرین دختره. صبح اینجایی هست یا همیشه اینجایی؟ همیشه اینجایی؟ آفرین دختره. کار نداری؟ بعد شغل داری؟ خیلی والا عیشان نروحت بابا خوش؟ موازم خودت باش با افتاب نمون زیاد هم نگرد خسته بشی مریض بشی بعضی وقتا که مشهد شمران میرفتم میدیدم دانش آموزان هستن که فروشندگی میکنن یا به اصطلاح بروانی نور کار اونجا مشغول به کار هستن، چون به خانوادهشون کمک میکنن نمیشه تنبلشون کرد که اونجا نرن. درس های سختی هم دارن، بالاخره منطقه دو زبانه هست، مشکلات گفتاری دارن تو زبان فارسی، خیلی از کلمات رو درست بیان نمی کنن. درک مطالب درسی همچون زبان مادریشون عربی هست، براشون سخت‌تر هست نسبت به بقیه بچه‌هایی که به زبان فارسی مسلطن. خب ما مجبور بودیم اینا رو یه جوری تشویق کنیم که بیشتر به مدرسه اهمیت بدن، وقت بیشتری برای درسشون قرار بدن بذارن. توی فکر بودیم که چیکار کنیم بچه‌ها رو جذب مدرسه کنیم، بلکه میان مدرسه ولی به اصطلاح با حضور ذهن بیشتر بیان، با رغبت بیشتر بیان مدرسه. این فکر به ذهنمون رسید که از سیستم استفاده کنیم، یعنی از کامپیوتر استفاده کنیم. دامنه کاربرد بسیار وسیع تو آموزش داره. برای بسیار شروع کار ما حساب کردیم که چطور میتونیم کامپیوتر تهیه کنیم. یه برآوردی کردیم، نوشو نمیشه خرید. از محل ارتباط سران اصلا امکان نداره کامپیوتر بخریم. یه دونه‌ش هم نمیتونستم تهیه کنم. یه فکر دیگه به ذهنمون اومد.
ای آقای لالی از خیلی وقتهایی فکر و یعنی فکرش کرده که یه کلاس هوشمند برای بچه های منطقه محروم خودمون درست کنه دلاویه. بعد اومد نظرشو از ما خواست، چند تان از همکاران با هم نشستیم و گفت میخوام این کلاس هوشمند رو در دهلاویه روستای خودمون انجام بدیم. ما هم قبول کردیم. منم یه کامپیوتری داشتیم که از کار افتاده بود، اصلا نمیشه برنامه توصیفی براش نصب کنیم. به این خاطر یه نامه ای از اداره آورد و با اجازه اداره من این کیس رو بهش دادم. مانیتور میشد پیدا کرد، تو اداره بود، تو مدارس بود، سیستم خیلی کم، سیستم واقعا جور کردنش سخت بود. چند تا کامپیوتر پیدا کردیم که خراب بودن، با ریاست اداره صحبت کردیم، موافقت ایشون هم گرفتیم که اینا رو برای امتحان ببریم مدرسه‌مون. اگه کار داد، جواب داد، اموال از نظر قانونی هم منتقل کنیم جزء اموال دبستان چمران، اگه جواب نداد که پس میدیم مدارسی که از اونجا گرفتیم. یه کامپیوتر آوردیم، رمش مشکل داشت. یه رم 20 تومانی هم گرفتیم، زدیم روی کامپیوتر، شد یه کامپیوتر فعال. ما یه به اصطلاح خوشحالیمون بود، ما یه دلانگیزیمون بود. یه به اصطلاح میشه گفت ما یه امیدواری بود، سبب مشوقمون بود که بیشتر کار کنیم. دنبال دومی بودیم. همین یکی هم کار گذاشتیم تو کلاس. گذاشتیم بچه‌ها باش بازی کنن. نه اینکه بشه گفت درس بخونن، بیشتر بازی بود بار اول. عادت کنن به کامپیوتر، علاقه‌مند شن. یه روز آقای لالی دعوت کردم مدرسه‌مون، از من درخواست کرد که آقای لالی کامپیوتری داری که به کارمون بخوره. فقط یه دونه کامپیوتر به نظر ما سوخته بود، خدمت ایشون دادم و بعد از چند روز رفتم بازدید کردم از کلاس ایشون. همین کامپیوتری که ما دور انداخته بودیم در کلاس ایشون دارن استفاده میکنن. واقعا همتی که داشتن آقای لالی باعث شد که ایشون موفق بشن در کارش. همیشه شاید اولین نفری که من بهش گفته بودم که نمیتونین موفق بشین در کار، اولین نفری که باعث شد که جلوی کارش بگیرم من بودم، چون حقیقتش نمیدونستم. محمد رضا یلدانی هستم، متولد سال 1356. تحصیلات لیسانسم و پیام نور سوسنگرد گذروندم، رشته حسابداری ارشد رو دانشگاه پیام نور بهشهر مازندران تحصیل کردم. 72 تربیت معلم شیستم ساری آبادان قبول شدم. 74 هم به استخدام آموزش در اومدم به عنوان آموزگار مدارس ابتدایی منطقه دشت آزادگان مشغول به کار هستم. رضا بیا اینجا. سلام بچه ها. بیا رضا. بیا فاطمه. تو میتونی بلندش کنی؟
آفرین. واسه باش نفته. اینو بده من، اینو بده من. تو بیا نار داشته باش سید. تو برو اون کیسه ببر. آره آفرین. ببرش داخل دفترم من میام ازت میگیرم. آره همینجا ببر داخل دفتر. آفرین. معمولا کامپیوترهایی که از مدارس میگیرم بیشترشون مشکلات جزئی دارن، مثلا کارت گرافیکش کار نمیکنه یا پاورش مشکل داره یا فن سی پی یوش کار نمیکنه، مشکلات جزئی که من چون یه تا حدودی وارد هستم به اسمبل و نصب قطعات کامپیوتر تونستم مشکلاتشون رو رفع کنم، از چند تا جا قطعه تهیه کنم، بعضی قطعات رو بخرم، بعضی از بقیه قطعات کامپیوترهایی که غیر قابل استفاده بودن خارج کردم، اینا رو جمع‌بندی کردم، تونستم کامپیوترها رو به راه بندازم و قابل استفاده برای کلاس بکنم. آفرین، یک کم حوصله کنی نظام بهت برس. آفرین رضا، آفرین، 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 اشکال نداره. حالا چی؟ دوتایتون آفرین رضا، آفرین، آفرین پسرم. دانش آموزان با دیدن کامپیوتر رو میزشون واقعا حیرت‌زده شدن، تعجب کردن، کامپیوتر ندیده بودن، شاید پشت مثلا گیشه بانک یا نهایت تلویزیون یا جایی که می‌خواستن تو شهر سر بزنن کامپیوتر دیده بودن، ولی اینکه لمس کنن کامپیوتر و ببینه استفادهش چیه براشون مایه تعجب بود. خودتون هم بنویسید، شجاعت نترسید در اینا. البته اونا هم فکر نمی‌کردن که ما کامپیوتر اینقدر راحت در اختیارشون قرار بدیم که بتونه از اول صبح تا پایان وقت مدرسه‌اش با کامپیوتر کار کنه. فکر می‌کرد اینا هم مثل خیلی از کتاب‌های علوم و ریاضی مدل به اصطلاح ظاهریه، فقط دست معلمه که استفاده می‌کنه، دانش آموز از اون ور نگاه می‌کنه بدون اینکه بتونه از اونها استفاده بکنه. کم کم دیدن نه، کامپیوتر مال اونهاست، از اول صبح تا پایان وقت مدرسه‌شون در اختیارشونه، میتونن خیلی راحت از کامپیوتر استفاده کنن و هر جور می‌خوان با اون درس بخونن. بچه ها کی بلده تمرین 8 رو حل بکنن؟ خب خودت برو فاطمه، به دقت بخون و اگه تونستی جوابشو بده. الف میخواستم معنی کلمه قطور را بدانم، به همین دلیل به مراجعه کرد. آفره میشه لغت نامه درسته؟ آفرین. خب به؟ به کسی که میخواهد درباره یک موضوع علی علمی مطالعه کنی. چه بهش میگی؟ میگویند؟ میگه پوشوشگر. بارک الله. بابتو نگذاشتی؟ پوشوشگر. پوشوشگر. پایان وقت مدرسه‌مون که رسید به زحمت بچه ها رو فرستادیم خونه. Oh,
والله والله طق هواك طبيت لك مين روحي ابن العالي از کجا میدونی درست؟ نگاه کنی چی شد اینجا؟ اینجا آفرین حالا شد آفرین من مسئولیت بچه ها رو بیشتر به عهده میگیرم با اینکه خودشون دیگه خونه نیستن سعی میکنم خودم کمبودایی که هست چیزایی که دخترها لازم دارن دوتا دختر داریم ما خودم رفت کنم براشون خوبیش چیزیه که واقعا چیزی که میخواد داره بهش میرسه ولی مثلا یه خورده وقت کمیاره برای خونه برای بچه ها ولی باز تقریبا روزای جمعه میشه گفت جبران میشه خانواده اگه به اصطلاح این همه دوری تحمل نکنن مشکلات کاری منو تحمل نکنن من نمیتونم یه قدم جلو بذارم اصلا تشویق اونا خیلی موثره حمایتشون خیلی موثره فرهنگ اینجا یه فرهنگ سنتی هست به اصطلاح مدیر یا آموزگار منطقه رو احترام خاصی براش قائلن بزرگ و مثل ارشد روستا میدونن احترام خاصی براش قائلن اختیار تربیت بچه‌هاشون رو کاملا به ایشون سپردن یعقوب آره تفضل سلام شلونت عافیه سباعیه ممنون شکرا هدف معلم اینه که به اصطلاح درس رو به بچه‌هاشون منتقل کنه تربیت رو به بچه‌هاشون القا کنه و اینها رو به اصطلاح شخصیت‌های بار بیاره که میتونن تو زندگی موفق باشن Yeah.
یه مؤثر پنجه ابتدایی که اینجا درسش تموم بشه به اصطلاح از ابتدای فارغ التحصیل شه باید بره راهنمایی. دانش آموزا دختر و پسری که تو این روستا ساکن هستن برای اینکه تو راهنمایی ثبت نام کنن باید یه مسافت 9 کیلومتری رو طی کنن. این مسافت هم که بالاخره هزینه هایی رو داره برای اولیا. خود اولیا به خصوص برای فرزند دخترشون هم زیاد به اصطلاح نمیتونن هزینه کنن. یه ولی که مثلا 3 تا بچه داره با رفت آمد با این کرایه سنگین با این وضع جاده های موجود نمیتونه تامین کنه بچه‌هاشو، مجبور از اونها به عنوان یه نیروی کار استفاده کنه که سود بیشتری براش داره. وقتی نتونه هزینه تحصیل بچه‌شو پرداخت کنه خب میتونه از جنبه دیگه هم به اصطلاح دیدگاه بعدی رو که به عنوان نیروی کار هست بند نظر داشته باشه و کمکش کنن فرزندان در گذراندن زندگی روزمره. یا دوپوسای دروازه رو یه علاجی کن که به اصلی که بدار یه حمسادی جا علاجی کن که به اصلی که بدار. به نظر من اصلا اداره کردن یک کلاس در این روزگار در این با این تکنولوژی امروزیمون به شکلی که یه معلم باشه 4 تا دانش آموز تو کلاس بشینن اولن 4 تا دیگه دومن 5 تا دیگه مثلا سومن اصلا معنی نداره و نمیتونه مفید باشه. باید ما بتونیم این کلاس ها رو هوشمند کنیم، معلمان این کلاس ها رو آموزش بدیم، اصلا این مدارس رو جوری بسازیم که معلم با سابقه مون که 20 سالش آرزوش باشه بره کلاس چپایی رو درس بده به جای که ما بشینیم سازماندهی کنیم. معلمی که امتیاز نیاره بگیم آقا شما برو 30 کیلومتر برتر یک کلاس چمپایی هست اونجا درس بدیم. مدرسه روستانه جوری بسازیم که معلم با سابقه‌مون اول سازماندهی بگه بسم الله من مدرسه فلانی 45 کیلومتری شهر، چون بدون چه امکاناتی اونجا هست، بدون چه حمایتی میشه، بدون چه رتبه حقوقی به حقوقش اضافه میشه که خودش با میل خودش با رغبت خودش جای دور انتخاب کنه. در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن هم بار اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنم و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق که ما را به نیکویی دانایی زیبایی و به خوبی می خواند. در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه ای می سازیم.